سلام چرا ساز تنبک کامل ترین ساز کوبه ای هست؟ تو این ویدیو میخوام کامل براتون توضیح بدم پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشین من بهنام مسومی هستم نوازنده و مدرس سازهای کوبه ای در کانال من ویدیوهای مربوط به آموزش ساز تنبک بارگذاری میشه اگر که دوست دارین ساز تنبک رو یاد بگیرین کانال من رو سابسکرایب بکنین و اون زنگوله کنارش هم بزنین که هر موقع ویدیویی بارگذاری کردیم یوتیوب شما رو با خبر کنه مرسی خب سلام مجدد امیدوارم که حالتون خوب باشه قبل از اینکه بخوایم موضوع رو شروع بکنیم خواستم یادآور باشم که من تمامی ویدیوهایی که در کانالم هست و پشتیبانی میکنم و همونطور که قبلا گفتم اگر که نیاز دارین که توضیح بیشتری بابت هر کدوم از درس‌ها داشته باشین فقط کافی هستش که به شماره واتساپ من که پایین ویدیو نوشته شده پیام بدین من در خدمتتون هستم بریم سراغ موضوع این ویدیو چرا ساز تنبک ترین ساز کوبه ای هستش ما میایم اول سازهای کوبه رو به چند دسته تقسیم می‌کنیم بعضی از سازهای کوبه ای از چند کاسه مختلف تشکیل شده مثلا مثل ساز درامز که ممکنه هفتیکه یا هشتیکه باشه شاید هم بیشتر ببینید ساز تنبک یک کاسه است و یک پوست ساز درامز هفتا تیکه است هفتا کاسه با هفتا پوست کاری به کرش و چیزهای دیگه که وجود داره رو کاری ندارم فقط خود ساز دارم میگم ساز تومبا دو تا کاسه و دو تا پوست داره بینگو بنگا همینطور ولی سازهای مثلا مثل دف یه دونه طوقه و یه دونه پوست سازی مثل دو هول یه کاسه با دو طرف پوست تفاوت زدن این سازها با همدیگه اینجوری بررسی میشه که یه سری از سازها با یک وسیله های جانبی زده میشن مثلا مثل خود درامز که با استیک یا براش میزنن یا مثلا مثل ساز دهور که با ترکه و گرز میزنن ولی سازی مثلا مثل دف با دست زده میشه منتها با کف دست با کل دست همو شروع میکنیم زدن سازی مثل تنبک جزء سازهایی هستش که با تمامی انگشتامون میزنیم با بند بند انگشتامون مشروع میکنیم نواختن یک قابلیت به ما اضافه میکنه اینکه تکنیک های خیلی زیادی رو ما باید با ساز تنبک بزنیم با اینکه یک کاسه است با اینکه یک پوسته ولی تکنیک های خیلی زیادی رو اجرا میکنیم و ساز تنبک جزء سازهایی هستش که امکان اینو به ما میده که ما سرعت بالایی رو در نواختن داشته باشیم یعنی بتونیم ریتم ها رو با سرعت بالاتر بزنیم نوت های سرعت بالاتر مثلا مثل سلاچنگ و چارلاچنگ بتونیم بزنیم ولی سازی مثل دو هول که با گرز زده میشه فقط سیاه سفید یا چنگ در این سرعت ها هستن تندتر نمیشه زد یعنی به اصطلاح موسیقایی بخوام بگم باید نوت های درشتری رو با اون سازها بزنیم جزء سازهای کوبه درشت حساب میشن ساز تنبک جز ساز هایی هستش که نوت های خورد هم میتونیم باهاش بزنیم یعنی ریتم های خورد ریتم های شکسته ریتم هایی که ضربات زیادی رو دارن میتونیم باهاش بزنیم و با سرعت بالا خب این چه امکانی رو به ما میده نوازنده تنبکی که تسلط کافی و روی ساز تنبک داشته باشه به راحتی میتونه که بقیه سازهای کوبه ای هم بنوازه بدون دوره آموزشی من خودم فقط و فقط برای ساز تومبک آموزش دیدم ولی بقیه سازهای کوبه ای هم میتونم بزن یعنی شما وقتی که تسلط کامل روی ساز تنبک پیدا بکنین انگار که 80 درصد ما بقیه سازهای کوبه ای هم یاد گرفتین چون دایره از جملات خیلی زیادی رو یاد میگیرین چون تکنیک های خیلی زیادی رو یاد میگیرین و یاد میگیرین که ریت های مختلف رو در سرعت های مختلف بزنین بنابراین وقتی که میرین سراغ بقیه سازها تواناییتون انقدر زیاد هست که به راحتی میتونین روش تسلط پیدا کنین پس ساز تنبک کامل ترین ساز کوبه ای هستش امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره هر موقع سوالی داشتین در واتساپ به من پیام بدین تا ویدیو بعد میبینم